سلام دوستان عزیز خوش اومدید به یک درس دیگه از درس‌های آموزش زبان آلمانی از deutschpersichtv.com در این درس می‌خوایم با هم دیگه به یه سوالی که همیشه اول سال تو فرهنگ آلمانی از هم دیگه می‌پرسن بپردازیم خیلی مواقع می‌پرسن که was sind deine Vorsätze fürs neue Jahr was sind deine Vorsätze fürs neue Jahr یعنی هدفهات برای سال جدید چیه فورزتس جمع فورزتس هستش یعنی اهدافی که داری یا چیزایی که میخوای بهش در سال جدید برسی first نویه یا first مخفف فیر das یا هستش سوالی که تو فرنگ آلمانی خیلی پرسیده میشه حالا تو با همدیگه در این درس چند تا جمله کاربردی یاد میگیریم که تو این مواقع بتونید ازش استفاده بکنین در جمله اول میگم که من میخوام دانش زبان آلمانیم رو بهبود ببخشم به فرض یکی از هدفامه که تو سال جدید بهش برسم Ich möchte یعنی من میخوام دانش زبان آلمانیم رو بهبود ببخشم بهتر بکنم فبسان فعلمون هستش چون مشته اومده در از مدال وربه اون یکی فعل به صورت infinitive ته جمله اومده داچ یعنی دانش زبان آلمانی کنتنس جمع کنتنس هستش یعنی دانش ها ولی خب تو آلمانی اینجوری میگن دیگه یعنی دانش های زبان آلمانی رو بهبود ببخشم منظور هرغن لزن شپخشن شخایبن هستش تو مثال بعدی میگم که من برای خودم یک دوچرخه جدید خواهم خرید جمله رو دارم با فوتور میگم با آینده ich werde mir ein neues Fahrrad kaufen werde mir kaufen ببینید که با فوتور با وردن اومده فر رفته تای جمله کافن به صورت اینفینیتیو نشسته حالت رفلکسیو گفتم مش ورد میا یعنی برای خودم یه دو چرخه جدید میخرم این نوی فقط چون دست فاقت هستش و این اومده یعنی اون بشتیم تا آرتیکل داریم رفته ای اس چسبیده به صفت در دست های ادیکتیو این بحث رو کامل کار کرده بودیم صفت ها در زبان آلمانی اشورد می آن نویس کافن این یه هستش یعنی هدفی است که من میخوام امثال بهش برسم حالا تو این جملاتی که تو این درس با هم میگه کار میکنیم کلی گرامرایی که با می کار کردیم هم مرور میکنیم و میبینیم که چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم تو مثال بعد میگم که من این قصد یا هدف رو دارم که بیشتر ورزش بکنم ich habe vor mehr sport zu treiben ich habe vor mehr sport zu treiben ich habe یعنی من این قصد رو دارم این هدف رو دارم این برنامه رو دارم فعلمون فو هابن هستش شوستان میا شپورت سو بیشتر ورزش بکنم شپورت تغایبن شپورت مخن هر دوتا درسته ولی شپورت تغایبن سطحش بالاتره میتونستم بگم ایش هاب فو میا شپورت سو مخن هر دوتاییش درست بودش نکته دیگه هر موقع از فعل فور هابن یا حالا در اینجا دقیقا ایشاب فو استفاده کردیم یادتون نره که قبل از فعلی که آخر جمله میاد سو باید بشینه در درس سو پلوس اینفینیتیو یا سو به علاوه اینفینیتیو کاملا این گرامه رو در قالب کلی مثال کار کرده بودیم دوستان میتونید درسهای قبل رو مشاهده بکنید تو مثلاً می‌گم که من کمتر گوشت و محصولات حیوانی و بیشتر میوه و سبزی میل خواهم کرد یا خواهم خورد. این هم فوتو هستش. Ich werde weniger Fleisch und tierische Produkte und mehr Obst und Gemüse essen. Ich werde weniger Fleisch und tierische Produkte und mehr Obst und Gemüse essen. وینیگا یعنی کمتر میا یعنی بیشتر فلایش یعنی گوشت تیغیش پرودکت یعنی محصولات حیوانی مثل شیر، کره، پنیر، ماست، تخم مرغ، گوشت به اینا میگن تیغیش پرودکت اون میا اپسون گموزه اسن اپس یعنی میوه گموزه هم یعنی سبزیجات مثال بعد گرامه رو یه مقدار تغییر میدیم میگم که من شروع خواهم کرد یا آغاز خواهم کرد بیشتر آب بنوشم ich werde anfangen mehr wasser zu trinken ich werde anfangen mehr wasser zu ich werde anfangen یعنی آغاز خواهم کرد شروع خواهم کرد با چه چیزی mehr wasser zu بیشتر آب بنوشم در اینجا هم میبینید موقعی که ما یه هابزات داریم و یه نیبنزاتسی که در یک ارگنسون یا توضیحی بر قسمت اول جمله هست و فائلش یکی هست که در اینجا ایش هستش قبل از فعل دوم سو میشینه mehr Wasser می trinken. در مثال بعد میگم که در سال جدید میخوام که یا تمایل دارم که یا میل دارم که زمان بیشتری رو با خانواده ام بگذرانم ich möchte im neuen jahr mehr meiner meiner یعنی گذراندن یعنی بیشتر با سایت میاد سایت من یعنی با کسی زمان گذراندن با کسی وقت گذروندن و با فبرینگن میگن ایم یا یعنی در سال جدید میت ماینا فامیلیه چرا؟ چون میت اومده بعدش همیشه داتیو میاد فامیلی دی فامیلی هستش دی در حالت داتیو به دیا تبدیل میشد ایش مشت ایم نوین یا میاد سایت میت ماینا فامیلی درس تکاملو رو یادتونه دوستان سطح گرامر به اتفایس اینس بود که یاد گرفتیم که میشه در بعضی مواقع شما جایگاه واژه ها رو تو جمله عوض بکنید درست بود تمپورال، کاوزا، لوکال و مودال درسته؟ اون درس رو توصیه میکنم دوستان که سطح به سایس انگز حتما ببینن چون یه گرامر مهم هستش میتونستم این جمله رو بگم که اش مشته ایم نوین یا میت ماینا فامیلی میاد سایت فبرینگن یه سری قوانینی بود که میتونستیم جایگاه واجه رو بسته به اولویتی که داره و یا مهمی که داره تو جمله عوض بکنیم که توی اون مثال کامل بهش پرداخته بودیم جمله بعد میگم که من سعی خواهم کرد که پول بیشتری پس انداز کنم یا ذخیره کنم یا سیو کنم یا تو آلمانی شپاغن کنم ich werde versuchen mehr geld zu sparen ich werde versuchen mehr geld zu sparen یعنی من سعی خواهم کرد که versuchen mehr geld zu sparen یا شپاغن تو زبان آمیان شپاغن میگن ولی خب کاملش هستش این هم مثل جملات قبلیه میبینید که سو پلوس اینفینیتیف شده قبل از شپاقن سو نشسته درسته؟ ich werde فزوخن میا گل zu حالا اگر شما هنوز هدفی برای سال جدیدتون ندارید میتونید بگید که ich habe لایدان نخ کاین Vorsätze. یشhab لایدا نخ کن فازت. یعنی من متاسفانه هنوز هدفهایی ندارم. لایدا یعنی متاسفانه نخ یعنی هنوز. اگر میگفتم اشhab لایدا کن فازت، یعنی من هدفی ندارم. ولی ممکن میگم لایدا نخ کن فازت، یعنی من هنوز هدفی ندارم. شاید فردا یه هدفی داشته باشم برای سال جدیدم. فازت چون پلوغال یا جمع هستش. با کاینه منفی شده یک اسم اسم همیشه با کاین منفی میشد فعل با نیشت درسته در فرق بین نیشت و کاین این بحث رو کامل توضیح داده بودیم ich habe leider noch keine vorsätze بله دوستان رسیدیم به انتهای این درس حالا شما به عنوان تمرین میتونین جواب این سوال رو بدید was sind deine vorsätze für das neue jahr was sind deine Vorsätze für das هدف تو برای سال جدید چیه؟ جواب این سال رو میتونید با کمک گرامر‌هایی که در این درس یاد گرفتیم و یا هر گرامر دیگه ای که دوست دارید بنویسین قطعا جالب میتونه باشه ببینیم هدف دوستان و همراهان دوچ پزشکی در سال جدید چی هستش خب امیدوارم دیدن این درس لذت برده باشین دوستان فرموش نکنید که تمام درس ها رو میتونید به صورت دسته بندی شده و مرتب از deutschpersichtv.com دنبال بکنید در اونجا بیشتر از هزار درس آلمانی از گرامر گرفته تا وردشات تا جملات روزمره و کاربردی تا فعل ها و همچنین نمونه امتحان آلمانی امتحان به اینس به اصوای اینبورگونستس یا همون لبنین درچلند یا پولیتیک و تمام سوالات بروز شده و جدید گواهی نامه آلمانی در اونجا در اختیار شما عزیزان هست امیدوارم که بتونید در سال جدید به همه هدفاتون برسید تا درس آینده بدرود